همکارم ساناز آریا از استودیو ایران اینترنشنال در واشنگتن ما را همراهی میکنه. ساناز، برای ما بگو که خب رسانه‌های آمریکایی چطور نگاه کردن به مذاکرات میان ایران و آمریکا؟ بسیاری از رسانه‌های آمریکایی مثل بلومبرگ و فارین افرز گزارش‌هایی منتشر کردند از سفر این ماه جو بایدن رئیس جمهور آمریکا به کشورهای خاورمیانه و تلاش‌ها برای ادامه مذاکرات احیای برجام. بلومبرگ به نقل از چند از دیپلمات‌های اروپایی در تیم مذاکره کننده نوشته که هرچند که در مذاکرات دوحه هیچ پیشرفت و نتیجه حاصل نشده، ولی همزمان با سفر بایدن به قطر تلاش‌ها برای بازگشت به میز مذاکره ادامه داره. یکی از منابع معتبر که نخواست نامش فاش گفته در مذاکرات دوحه 4 مورد اساسی مورد بررسی قرار گرفت: 1 تحریم‌های نفتی ایران، 2 دسترسی ایران به پول‌های بلوکه شده در کره جنوبی، 3 تحریم شرکت‌های هواپیمایی و 4 خروج سپاه پاسداران از لیست سازمان‌های تروریستی آمریکا. بلومبرگ در بخش دیگری از گزارشش یک نمودار ترسیم کرده که نشون میده تا چه اندازه فعالیت‌های هسته‌ای و غنی‌سازی اورانیوم در ایران همزمان با خروج آمریکا در سال 2018 از برجام افزایش یافته است. علاوه بر اون در بخش دیگه بلومبرگ به چه گفته های چند تن از دیپلمات های اروپایی پرداخته که از عدم همکاری ایران با آژانس بین المللی انرژی اتمی شکایت کردند و گفتن که بازرسان آژانس میتونن گزارش خیلی قابل اطمینانی ارائه بدن، ولی مشخص نیست که در کارگاه های سانتریفیوژ ایران چه میگذره و این نگرانی وجود داره که ایران در مکان هایی به غنی سازی اورانیوم بپردازه که اونا رو مخفی نگه داشته و تمام این رفتارهای تهران باعث میشه که دستیابی به یک توافق هسته از راه‌های دیپلماتیک به بن‌بست برسه. علاوه بر اون در ماه آینده در نیویورک نشست پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای برگزار میشه که اختصار NPT نامیده میشه. تهران تهدید کرده که در صورت دست نیافتن به یک توافق هسته‌ای و افزایش تحریم‌ها از NPT خارج شه، بر اساس ماده 10 این پیمان اگر کشوری احساس کنه که منافع حیاتیش با حضور در این پیمان در خطر میتونه از اون خارج بشه. علاوه بر اون فارین افرز هم گفته که آمریکا برای ایجاد ثبات در منطقه خاورمیانه نیاز به یه استراتژی داره که همراه با رویارویی با تهران و یا کاهش موقت قیمت نفت نباشه و اون چیزی هم نیست به جز دستیابی به یک توافق هسته‌ای جدید. از توضیحاتت ممنونم همکارم ساناز آریا که از استودیو ایران اینترنشنال در واشنگتن با ما همراهی میکردی.